با سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی از حزب کمونیست کارگر ایران هستم. به تماشای برنامه خط آتش نشسته اید. با درود، من فعاد پاشایی هستم از حزب مشروطه ایران. خط آتش یک برنامه سیاسی است، برنامه برای رودررو قرار دادن نقطه نظرات چپ و راست در جامعه جهت انتخاب آگاهانه، مطلعانه نو و نظام حکومتی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. در این برنامه شما جدل نقطه نظرات را مشاهده خواهید کرد، جدلی متمدنانه با فرهنگ، نمونه و گوشه از آنچه باید در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک نظام آزاد شاهد آن باشیم. در برنامه امروز به مسئله عروج داعش در خاورمیانه، در عراق، در سوریه و پیامدهای سیاسی عروج داعش و چگونگی مقابله با این هیولای اسلامی میپردازیم. خاورمیانه، سیمای خاورمیانه دستخوش چه تغییراتی شده است؟ نقش داعش، نقش قدرت‌های موجود در خاورمیانه در شکل دادن و پروبال دادن به این هیولای اسلامی چیست؟ و چگونه میتوان با این حیوانات اسلامی مقابله کرد؟ آقای پاشایی، خود حقیقت داعش از کجا پیدا شده است و کجا به حساب ظاهر شده است؟ تنظیم سیاسی رو نکنم خیلی دقیق بشه در مورد صحبت کرد، ولی آنچه که مسلمه است اتفاقات موجود در منطقه خاورمیانه به خصوص ظرف 30 سال گذشته به طور پشت هم مسئله رادیکال شدن اسلام رو قوی تر میکنه، تندتر میکنه، سریع تر میکنه، به خصوص با رفتار که جمهوری اسلامی در ظرف سالهای گذشته انجام داده است. و میدونیم که ایران در تنها کشور شیعه دنیاست و آقای خامنه‌ای هم که خودشونو رهبر مسلمانان جهان میدونن، خب طبیعی است بخش عمدی از عقب‌ماندگان اسلامی در کشورهای دیگه که سنی مذهب هستن قابل پذیرش نیست و زور میاد که اونها قبول کنن که خامنه‌ای رهبر جهان اسلام است و تنها سخنگوی مسلمانان جهان. طبیعی آنچه میشه احساس کردن است که داعش با پول هنگفت سرازیر شده است به این بازار آدمکشی، برای اینکه این آدمکش ها سوای اینکه حالا خب اون خصلت آدمکشی و اون خوی آدمکشی در وجودشون هست، احتیاج به امکانات مالی دارن. امروز آگهی هایی که در بسیاری کشورهای خاورمیانه آفریقایی مسلمان گذاشته می شود و حتی در بعضی جایی که غیر مسلمان برای استخدام به حساب سرباز و هجوم کسانی که با مای 2000-3000 دلار به استخدام داعش در می آیند، کار رو به جای کشیده است که دیگه داعش یواش یواش تلاش داره دیگه حد استخدامش رو بالا میبره. مدرک تحصیلی هم احتیاج داره برای که شما بتونید به اون بپیوندین. در بسیار مواد دیده شد که از جاه کشورهای مختلف دنیا تمام کسانی که خصلت ها و خوی آدم کشی دارن و به این کار به طور روانی و روحی علاقمند هستن پیوستن به این قضیه در آغاز، ولی خب الان دیگه داره زیاد میشه. ولی قطعا پول بعضی از کشورهای عربی، من جمله گفته میشه در عربستان سعودی، من جمله گفته میشه قطر پشت این قضیه است. بعد سبا اینکه این حالا درشون به بعضی از بانک ها در منطقه رسیده است، ولی قبل از اینکه درشون به بانک ها برسه امکانات پولی زیاد احتیاج داشتن. ولی آنچه که داعش رو مسلط کرده است به صحنه خبری و بخشی از عراق، اون حرکت سریع برق‌آتش در حساب در حمله به عراق، قساوت قلبش در کشتار بیرحمانه مردم با گناه و بی گناه و در حقیقت فرار فرماندهان ارتش عراق در منطقه که طبیعتاً به دنبال خودش فرار سربازان رو هم پادگان رو هم به دنبال داشت، تسلیم پادگان ها و به حساب ایجاد وحشتی که داعش کرده بود که اگر هر کسی برابر ما کمترین و کوچکترین مقاومتی بکند به خواهد رفت، مقدار زیادی باعث پیشرفتی شد و من معتقدم پیشرفت از اون پیشرفت برق‌آتش کاسته شده است و حالا دیگه باید در موضع زمینگیر قرار بگیرد و در موضع دفاعی قرار بگیرد و در موضعی که یواش یواش حالا باید به حساب مخالفینش مطمئناً با هم و به گرد هم گرد خواهند اومد تا در برابر نیروی حیوانی بایستند. بقیه من به نظر من در رابطه با پیدایش داعش به چند مسئله مهم باید اشاره کرد. داعش در درجه اول یک نیروی متعلق به یک جنبش تماماً ارتجایی
ضد انسانی هست که ازش میشه به عنوان جنبش اسلام سیاسی نام برد. جریان ارتجایی که تلاش میکنه قدرت سیاسی رو در کشورهای منطقه از آن خودش بکنه، تصرف بکنه، بازسازی بکنه و حکومت‌های اسلامی رو در این جوامع بر مردم حقنه بکنه. این جریان هدفش اسلامیزه کردن جامعه، تحمیل اسلام بر شونات زندگی و به عقب روندن تمامی مبانی و دستاوردهایی که پیشرفت‌هایی که در این جوامع برفر صورت گرفته. اسلام سیاسی در ایران تونست از یک جریان حاشیه‌ای که در گوشه و کنار جامعه بود، در به اصطلاح کپکزارها و منجلابهای جامعه وجود داشت در دوران پیش از انقلاب، به جلوی صحنه بیاد. توسط جریانات غرب دست و بالش گرفته شد به خاطر مقابله با نفوذ بلوک شرق شوروی توسط آمریکا و متحدینش در کنفرانس گوادالوپ، عملاً طرح انتقال قدرت سیاسی رو به خمینی و ائتلافش با بازرگان دادن و در حقیقت اولین جریان اسلامیستی که در اواخر قرن بیستم قدرت سیاسی رو از آن خودش کرد جریان اسلام سیاسی جمهوری اسلامی بود. و بعد از این ما شاهد این بودیم که شاخه‌های مختلف اسلام سیاسی در گوشه و کنار با فاصله گذاری‌ها و مرزبندی‌ها با بستر اصلی جریان اسلام سیاسی که توسط دستگاه جمهوری اسلامی رهبری و هدایت می‌شد شکل گرفت. القاعده یکی از این شاخه‌های مهم به اصطلاح جریان اسلامی بود که اون هم قدرتگیریش و مطرح شدنش در سطح سیاسی در جامعه مدیون کمک‌های آمریکا و غرب است. همه می‌دونن، گفته شده، حتی اذعان شده توسط رسانه‌های غربی که بن لادن در زمره به اصطلاح جیره بگیران سازمان سیا در آمریکا بود و در زمانی که به اصطلاح نیروهای مجاهد اسلامی در افغانستان بر علیه حکومت افغانستان و اشغال افغانستان توسط شوروی مقابله می‌کردند، در اون دوران مورد پشتیبانی قرار گرفت و در اون زمان وزیر امور خارجه وقت آمریکا برژنسکی در پشاور بود که اولین حکم به اصطلاح جهاد رو صادر کرد، جهاد اسلامی کثیفی رو که اسلامیون همواره مد نظر داشتن. و سپس بعد از اون ما شاهد شاخه بندی ها و فاصله گذاری های در درون خود القاعده بودیم و شاخه داعش که حکومت به اصطلاح در عراق و اسلامی در عراق و شام هستش، با این اسم ابتدا خودش رو مطرح کرد، در سوریه در مقابل جریان ارتجایی حاکم بشار الاسد و متحدش جمهوری اسلامی قرار گرفت، مورد کمک های شایانی توسط عربستان سعودی، ترکیه، قطر، اردن و همچنین آمریکا قرار گرفتن. سلاح‌های نظامی گسترده‌ای مستقیم و غیر مستقیم در خدمتشون قرار گرفت و بعد از اینکه نتونستن قدرت رو به اصطلاح در دمشق از آن خودشون بکنن، به طرف بغداد و به سمت عراق سرازیر شدن. اخیراً بخشی از کتاب هیلری کلینتون منتشر شده که هیلری کلینتون در اون اعلام کرده رسما و واقعا باعث شرم جهان باید باشه که گفته بوده که ما آماده بودیم که حکومت داعش رو در سوریه به رسمیت بشناسیم، اما خیزش و بپاخیزی مردم در 30 ژوئن در مصر در سال گذشته تمام ورق رو برهم زد و اتفاقاتی افتاد که برای ما قابل پیش بینی نبود. اعلام این که آمریکا حاضر بود حکومت داعش رو در سوریه به رسمیت بشناسه، در عین حال گواهی بر حمایت‌های غیر مستقیم و یا مستقیم آمریکا از این جریان هیولای اسلامی بود. نقش عربستان در پرورش این حیوانات، نقش قطر، نقش اردن و نقش ترکیه هم کمتر گفته شده. اما چیز دیگه‌ای که در رابطه با این جریان باید گفت، اینها پدرخوانده‌هاشون جمهوری اسلامی هستند.
اینا شیوه تروریسم اسلامی، آدمکشی اسلامی رو از جمهوری اسلامی به ارث بردن. قتل عام‌هایی که در ابتدای قدرتگیری در سال 60، در سال 67 صورت دادن، همگان در اذهان تاریخ ثبت شده و به یاد بعضن دارن کسانی که سنی ازشون گذشته و در سن سال ما قرار گرفتن یا کتاب‌های تاریخ رو مرور کردن. اما امروز اگر نگاه میکنیم به داعش، من چیزی رو که تکونم داد تصویری بود که به اصطلاح یک فرد لبنانی الاصل از استرالیا به سوریه و عراق رفته و خانواده خودش رو و فرزندانش رو برده و عکسی رو نشون میدادن که و در به اصطلاح توییتر خودش قرار داده که سر بریده ای رو این کودک 8 ساله در دست گرفته و جلوی دوربین قرار گرفته و پدرش بغل کنار پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله قرار گرفتن و این صحنه جنایت و عمیق ضد انسانی رو به نمایش گذاشتن. این داعش، این حکومت اسلامی، این جمهوری اسلامی، این تروریسم اسلامی و این تأثیراتی هستش که داعش بر سیمای سیاسی خاورمیانه گذاشته. نباید فراموش کرد که داعش ادامه دهنده سنت و سیاستی هست که جمهوری اسلامی و تروریسم اسلامی به جا گذاشت. قربانیانش ما مردم در ایران بودیم که بیش از 100,000 نفر از شریفترین انسانهای اون جامعه در مخالفت با این رژیم آدم کش به دار کشیده شدن و شهریور ماه معمولاً سالگرد قتل عام زندانیان در شهریور 67 هست که بنا به ادعای خود رژیم و سرانشون بیش از 30,000 نفر رو به جوخه های دار سپردن. داعش ادامه دهنده سنت اسلام سیاسی جمهوری اسلامی و سنت سیاسی به اصطلاح اسلام در قدرت سیاسی هست. من میرم فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی در آغاز آمدنش کمتر از داعش رفتار نکرد. جمهوری اسلامی، اگر ما امروز فیلم های داعش میبینیم که مردم رو بیگناه و باگناه در کنار خیابون یا میخوابونن روی زمین و دست دست 50-50 تا میکشن، جمهوری اسلامی کمتر از این رفتار نکرد. ولی فرقش فقط این بود بقیده من که در اون موقع اینقدر دوربین های بهتر بقول آمریکایی اسمارت فون یا تلفن های هوشمندی همه متعرب دوربین های خیلی خوبی هستن نبود که همین صحنه ها ضبط بشه. جمهوری اسلامی در کردستان، یک عکس فقط ما ازش دیدیم که بیش از 17-18 تا از مخالفین کرد رو روی زمین خوابونده بود، حتی روی برانکات آمبولانس خوابونده بود و روی تخت برانکات اینها رو اعدام کرد. و همین رفتاری که امروز داعش می‌بینیم، اون به حساب قهرمان ملیشون تیر رو تک تک تو سر این بچه‌های کرد خالی می‌کرد که مطمئن باشد که حتما مردن و به حساب در حقیقت جانشون رو گرفته. یادم نیاد که وقتی جمهوری اسلامی رو کار اومد، پاسبان شهربانی رو در مشهد به ماشین بستن و دو طرف ماشین رو انقدر کشیدن که این بدنش رو وسط نصف کردن توی خیابون. افسر شهربانی رو در رشت به درخت آویزون کردن و زنده زنده آتیش دادن. این رفتارهایی بوده که جمهوری اسلامی و اعوام اثرش کردن در ایران. این نبود است که به حساب، ولی فقط میگم فرقش این بود است که در اون موقع اینقدر مردم همهشون تو جیبشون نفر یه دوربین نداشتن که این صحنه ها رو ضبط کنن و این عکس ها رو بگیرن و نشون بدن. در این حال که مگر که به عقب تر برگردیم، چیز عجیب غریبی نیست. از بعد به اسلام همیشه همین بوده است. اسلام همیشه با ایجاد وحشت، با ایجاد به حساب ترس در بین کسانی که بر اونها مسلط شده، حکومت خودش رو جا انداخته. حضرت محمد خودشون می نویسن که وقتی قبیله بنی قریه رو و قلعهشون رو می گیره، در یک روز 700 نفر رو گردن می زنه. چرا؟ چون ایجاد وحشت بکنه، از مخالفین شاید ایستاد در برابر خودش به حساب باز داره. جمهوری اسلامی وقتی به کار اومد از افسران ارتش شروع کرد. چرا؟ چون در وهله اول از ارتشی ها می ترسید. از اونجا شروع کرد شبیه 10 تا 20 تا 30 تا اعدام کردن و همینطوری بر سر اول اعدام ها سر پشتبان انجام گرفت. پشتبانی که آقای خمینی تا طبقه پایینش داشت با دوستانش و همرزمانش شامش رو میخورد و یا نهارش رو میخورد و رو سرش، بالای سرش افسرها رو اعدام میکردن و یکی از اون طبقه جوگی میگن یکی از طبقه بالا میامد پایین و خبر میداد که این 4 تا رو هم کشتیم، اون 5 تا رو هم کشتیم، از این 4 تا هم شما خیالتون راحت شد، از اون 5 تا هم خیالتون راحت شد. چرا؟ چون میترسید از اینها. بعدا وقتی تونست به افسران ارتش شاه رو
پاکسازی کنه و اعدام کنه، رفت سراغ نیروهای مخالف خودش، کسانی که باش تا موقع همراه بودن، رفت سراغ اونها رو شجاع کشتن. اسلام همیشه با همین روش رفتار کرده. بن لادن و دقیقاً اون سازمان القاعده وقتی که خواست رسمیت خودش رو اعلام کنه، با حمله به ساختمان‌های دوقلو این کار رو انجام داد. با حمله به ساختمان‌های دوقلو و کشتن چیزی بوده 5-6 هزار نفر، موجودیت و رسمیت خود تشکیلات خودش رو اونجا اعلام کرد، برای اینکه بتونه ذره چشم بگیره و بتونه به حساب خودش رو تثبیت کنه به عنوان قدرت مسلط نظامی. امروز می‌بینیم داعش با همین ترتیب وقتی می‌خواد قدرت خودش رو بر یک کشور مسلط کنه، با کشتار بی‌رحمانه مردم اون شهر، نه با اینکه دل مردم رو به دست بیاره، نه با اینکه به درد دل مردم برسه، نه با اینکه برود اونجا ببینه مردمی که در منطقه زندگی می‌کنن چه چیزی احتیاج دارن، چه کمبودی دارن، چه نیازی دارن، چه بکنه که زندگی اینها بهتر بشه، چه بکنه که زندگی اینها آسوده‌تر باشه در آینده و اینها از رفاه بیشتری برخوردار باشن، بلکه با کشتارشون، با گرفتن دخترهاشون، دخترهای بالای 9 سالشون، با وادار کردن اینکه بعد به حساب یا اموالتون رو ببخشید به مسلمان ها یا سرزمین مادریتون رو ترک کنید. این چیز عجیب غریب عقیده من نیست. من معتقدم بعضی از ما مردم حافظه سیاسی کوتاه داریم، یعنی یادمون بی اتفاقات به ذهنمون نمیمونه. دستاتی اگر از 1400 سال پیش یا حداقل اگر همین 35 سال گذشته که خودمون زندگی کردیم، ما میگم آنچه که در تاریخ گفته شده در مورد حضرت محمد و رفتار به حساب وحشیانه اعراب در حمله به ایران دروغ بوده است یا غلو بوده است یا ما ندیدیم، اقلا این 35 سال که به زندگی به چشمان خودمون دیدیم که چه رفتاری در ایران شده، چه رفتاری در حساب القاعده کرده، چه رفتاری داعش داره میکنه، همه اینا در ثبت میشه. من معتقدم اینا باید درسی باشه برای مردمی که از بغل موضوعا به راحتی میگذرن، از گوشه مطالب به راحتی عبور میکنن، میگن به ما مربوط نیست. ما باید بدونیم هر جا در جامعهمون به موضوعی بی توجهی کردیم و بغلش گذاشتیم، فردا گریبان خودمون رو میگیره. اگر مردم ایران در روزی آقای خمینی آمد با هم متحد می‌شدن و در برابرش می‌ایستادن و می‌گفتن آقا تو نمی‌تونی مردم رو، نمی‌تونی افسرهای ارتش شاه رو بدون محاکمه اعدام کنی، جرم کردن به جای خود، خیانت کردن به جای خود، باید بیارشون در دادگاه به سر کشور متمدن برای انسان متمدن اینا محاکمه کنی، این شاید در تدبیری می‌شد برای اینکه با دیگران هم خمینی همینجوری رفتار کنه. اما وقتی اولین انسان‌ها رو در اونجا اعدام کرد و همه براش هل هلی کردید و خندیدید و خوشحالی کردید، بعد به خود اومد. در خارج هم همینه. امروز اگر جهان متمدن یا حداقل مردم منطقه خاورمیانه و آسیا در برابر این هجوم وحشیانه اسلام نیستند و صداشون بر هم در نیاد، این بلای گریبان همه ما رو در اون منطقه خواهد گرفت. من امیدوار هستم که این داستان با اینکه به حساب در مسیر فشار به جمهوری اسلامی آمده است، در اونجا وارد به حساب به ایران سرازیر نشه و مردم ایران گریب به حساب درگیر یک جنگ شیعه و سنی نشن، که مطمئنن اون جنگ جنگی خواهد بود بسیار بیرحمانه، گرچه مسلمان ها سنی و شیعه براشون فرق نمی کنه. اگر دستشون به حساب به سنی نرسه شیعه رو می کشن، به شیعه نرسه سنی رو می کشن. و همچنین جمهوری اسلامی در آغاز مشکلات عراق هم به شیعه هم وسیله فجاری و سلاح اسلحه می داد، هم به سنی ها سلاح اسلحه و وسیله فجاری می داد که به جنگن. ولی امروز داره گریبان خودشو میگیره و سپاه پاسداران و سپاه قدسش باید مراقب و رفتار که داره خودشون باشن. مثلا یکی از مسائلی داره که در این حال که شباهت‌های داعش با جمهوری اسلامی رو بیان میکنه، میتونه در این حال متمایز کننده جریان داعش از دوران اوائل شکلگیری جمهوری اسلامی باشه، باید توضیح داد و ویژگی‌های تروریسم اسلامی چه از نوع اسلام جمهوری اسلامیش و همچنین چه از نوع به اصطلاح داعش یا القاعده یا جریانات دیگر رو باید شناخت. اینکه اینها این جریانات امروزه جنبش اجتماعی نیستند، اهداف سیاسی به اصطلاح اجتماعی که توده های مردم به گردشون در بیان و بخوان به اصطلاح جامعه رو اسلامیزه بکنن با خواستهای به اصطلاح چیزی که در دوران اوائل انقلاب بعضن جریان اسلامیستی خمینی و متحدینش بودن، کمتر شباهتی دارن، بیشتر به یک جریان تروریستی آدمکش و یک ارتش مزدور شبیه هستند تا به چیز دیگری. جنبش اجتماعی خشن، کور، ضد انسانی نیستند. حتی این ویژگی ها هم از خودشون ندارن، بلکه یک مشت مزدور و آدم کشی هستند که فلسفه ایدئولوژی اسلام رو
موافق میبینن با اقدامات جنایی که در دستور خودشون قرار دادن و راه رسیدن به اهداف جنایتکارانشون از به اصطلاح کشتن، قتل عام کردن میگذره. همگان دیدن، جهان معاصر، جهان متمدن امروز دیده که این اوباش چگونه مردمی رو که در شهر ایزدیه به اصطلاح قرار داشتن گفته بودن که یا به اصطلاح به اسلام ملحق میشین، میگروین، یا قتل عام میشین، جزیه میدین، غیره و اینا، و چه فاجعه‌ای رو به وجود آوردن که نزدیک به 100,000 نفر به کوههای اطراف پناه بردن و خبرنگاری ها گزارش میدن که کودک و جوان و پیر از گرسنگی، از گرمازدگی در بین راه در گوشه و کنار افتادن، سنگی برشون گذاشتن و به اصطلاح تومه حیوانات و پرندگان در اون منطقه دارن میشن. یک فاجعه عظیم انسانی داعش شکل داده و این به اصطلاح تکرار تاریخی هستش که عروج و قدرتگیری جمهوری اسلامی در جامعه ایران به وجود آورد. و هر زمان که نگاه میکنیم به این شکلگیری میبینیم که نیروهای معینی که گسترده تر از این جریان مزدور داعش و یا امثالهم هستند در کنار صحنه به اصطلاح در حال حمایت و کمک رسانی به این جریانات هستند. داعش اسلحه خودش و تجهیزات خودش رو در سوریه به دست آورده. این جریانات رو بعضن در درجه اول عربستان سعودی، قطر، بعد ترکیه و همچنین آمریکا و بعضن اسرائیل مجهز کردن. مجهزشون کردن به سلاحایی که امروزه این سلاحا رو به طرفی گرفتن که بعضن اینها مایل نیستن. اینا در حرکت خودشون و از طرف سوریه به طرف بغداد و لشکرکشی به طرف عراق تونستند به اسلحه‌ها و تجهیزاتی که ارتش عراق به جای گذاشته بود دست پیدا بکنن. صحبت از این هست که به استینگر میسل دسترسی پیدا کردن، صحبت از این هست که به هاموی‌هایی دسترسی پیدا کردن که ضد گلوله هستش و به اصطلاح با حتی بازوکا و نیروهای سلاح‌های اینچنینی قابل نفوذ نیستش و میتونن حملات مرگبار خودشون رو انجام بدن و پیشروی بکنن و قتل عام بکنن و درو بکنن. بازار برای فروش زنان در موصل ایجاد کردن و گفته میشه که چند هزار زن رو به اصطلاح در این بازار برای فروش آوردن و البته این اوباش به اصطلاح ضد انسانی اسلامیستی در این حال زیباروترین زنان رو برای خودشون، برای امیال کثیف خودشون انتخاب کردن. این اسلام سیاسیه، این چهره امروزی اسلام سیاسیه. اسلام فقط یک مشت عقاید خرافی، یک مشت عقاید عقب مانده، یک مشت عقاید به اصطلاح که متعلق به 3000 سال پیش، 2000 سال پیش نیستش، یا 1000 خورده سال پیش نیست. اسلام امروزه یک جریان تروریستی، یک جریان آدمکش، یک جریان ضد انسانیه که باید به بند کشیده بشه، به اسارت کشیده بشه. همونطوری که امروز بشریت متمدن نگران این هستش که چگونه به اصطلاح بیماری ابولا از آفریقا بتونه به مناطق مختلف جهان سرایت کنه و بتونه همگان رو اسیر نیروی مرگبار خودش بکنه، باید بشریت متمدن در قبال این نیروی هیولایی، این نیروی اسلامیستی بتونه بیسته. امروز ما داعش رو فقط در عراق نداریم، فقط در سوریه نداریم. چندی پیش عکسی منتشر شد که در سنندج هواداران داعش در اطراف سنندج مانور نظامی برقرار کردند. چند روز پیش در هفته گذشته در آلمان و در انگلیس هواداران داعش نیز تظاهرات برگزار کردند و به اصطلاح حضور سیاسی خودشون رو در قلب جهان به اصطلاح امروز در 21 در جهان غرب دارن به نمایش میذارن. این هیولا در حال گسترش پروبال سیاسی خودش هست، عروج خودش رو در این حال مدیون حمایت‌های غرب، حمایت‌های کشورهای منطقه هستش و دعوای به اصطلاح بین شیعه و سنی محمل و یک پوششی
برای دعوای قدرت‌های منطقه‌ای در یک طرف جمهوری اسلامی، در طرف دیگر عربستان و در اون طرف به میزانی دولت اسرائیل قرار می‌گیره. اینا واقعیت‌هایی هستند که داره شکل می‌گیره و دعوایی رو که امروزه شاهدش هستیم، جنایت‌هایی رو که داره صورت می‌گیره، از این بازاویه چشم به اصطلاح برخوردار هستش. این واقعیت‌ها رو باید شناخت، باید به مقابله همه جانبه با این واقعیت ها پرداخت. اگر سوال این باشه که چگونه میشه با داعش و تروریسم اسلامی مقابله کرد و چگونه بشریت متمدن میتونه امروزه خودش رو از شر این جریانات خلاص بکنه، در یک طرف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی قرار میگیره، در یک طرف جلوگیری و ممانعت از کمک دول غربی و همچنین دول منطقه به جریانات تروریستی اسلامیستی از جنس داعش، از جنس القاعده و غیره قرار میگیره و اینها ارکانی هستند که ما بتونیم جلوی تعرض این حیوانات اسلامی رو بگیریم و بتونیم با اسلام به مثابه یک صنعت، به مثابه یک نیروی تروریستی، به مثابه یک نیروی مافیایی اون کاری رو بکنیم که بشریت متمدن در دوران رنسانس با دستگاه کلیسای مسیحیت انجام داد که محدودش کرد برفرض به واتیکان و غیره و جلوی دست اندازی و تعرض این جانوران به اصطلاح خدا زده رو از شر بشر برفرض اروپا کم کرد. اینا راهاش هستن. در درجه اول باید به سرمنشأ این جریانات پرداخت، باید به نگاهی کرد به اینکه این جریانات چگونه خودشون رو تغذیه میکنن و چگونه قدرتمند میشن و میان جلو و اونها رو گرفت و جریانها و رگها و شریانهای اینها رو قطع کرد و خونسا کرد. من فکر میکنم که به حساب جمهوری اسلامی الان درست هست که با داعش مشکل داره و اختلاف داره و دعوا داره و یکی از حرفهای عمده داعش این است که ما به حساب تا تهران رو تصاحب نکنیم و تا شیعه ها رو از صحنه گیتی پاک نکنیم به حساب آرام نخواهیم نشست و پیر به پیروزی نهایی نرسیدیم. ولی اگر جمهوری اسلامی با نیروی مردمی سقوط بکند، سرنگون بشود، مطمئن باشیم که اسلام سیاسی در منطقه ظرف 10 تا 15 سال بعدش آهسته آهسته در همه کشورها سقوط خواهد کرد. جمهوری اسلامی درست است که به حساب اختلافات شیعه و سنی وجود داره، ولی مادر اندیشه اسلام سیاسیه. یعنی با 35 سال پیش با به حساب ایجاد حکومت اسلامی در ایران مسلمانان منطقه، مسلمانان عقب مانده منطقه به این باور رسیدن که پس می شود در قرن 21 حکومت اسلامی ایجاد کرد و از اون به بعد به دنبالش به حساب راه افتادن و می بینیم که خورده خورده در هر جا که دستشون می رسه این اندیشه به حساب مذهبی رو به سیاست و نظامیگری قاطی می کنن، چون از ایران آموختن کار رو. و اگر روز جمهوری اسلامی سقوط بکنه که من امیدوار هستم به وسیله مردم اتفاق خواهد افتاد، مطمئنن در حقیقت این سرنگونی اندیشه اسلام سیاسی و اسلام نظامی شروع خواهد شد و ظرف 10-15 سال به حساب به یک نتیجه که باید بهتر مطرح خواهد رسید. یادم نره امروز داعش با تمام قساوت قلبی که داره، با تمام بیرحمی که داره، اعلام کرده است که تا روزی که اسرائیل در برابر حماس و نیروهایی که از طرف شیعه ها پشتیبانی میشوند میجنگد، ما با اسرائیل کار نداریم. یعنی در برای داعش حیوان صفت نبرد با شیعه خیلی اولویت دارد به نبرد با اسرائیل یا با کلیمی، و این نشون دهنده اوج عقب ماندگی و نگاه به حساب در حقیقت دشمنی است که در اون منطقه وجود داره و میتونه به حساب خشک و تر رو با هم بسوزونه. آنچه که به اگه ما داعش بگذاریم، آنچه که در منطقه به برخلاف رو خواهد داد که ظاهرا پیش بینی می شود که همینجوری موضوع آتش بس ها و به حساب موقتی و کوتاه مدت و دراز مدت که داره بین اسرائیل و فلسطین به حساب در حقیقت شروع میشه و در میانه به حساب قطع میشه و میانجیگری هایی که برای به حساب مذاکرات صلح آشتی و به حساب آتش بس کامل بالاخره زود دیر یا زود به نجا خواهد رسید. ولی پیش بینی من این است که با به حساب آتش بس در منطقه فلسطین به زودی شما شاهد اتفاقاتی از لبنان خواهید بود. یعنی حالا نوبت
حزب الله هست در لبنان آتش دیگه رو به حساب را بندازه و جریان دیگه رو داغ بکنه و باز سر اون منطقه گرم کنه. شما نمیتونید ما دستیسه های جمهوری اسلامی در پشت اتفاقات غافل باشیم. جمهوری اسلامی آموخته است و یاد گرفته است که تا اونجا که بتونه همیشه صحنه نبرد رو از کشور بیرون ببره و صحنه توجه رو به جاهای دیگه معطوف کنه. هزینه های سنگین براش داره، قبول میکنه. هزینه های کمرشکن براش داره، قبول میکنه. نیروهای به حساب انسانش رو بعد از دست میده، دست میدهد، ولی تمام تلاشش این است که مدام نبرد رو از خانه به حساب بیرون ببره، در عین حالی که مبادا در منطقه طرفدارانش مثل سوریه، مثل حزب الله، مثل حماس اینها رو از دست بده و باعث ضعفش بشه. پول هایی که به اینها میده درست است که به حساب در راه خرید پشتیبانیشونه، در این حال این پشتیبانی باید لازم میشه تبدیل به نبرد مسلحانه بشه در دور کردن نگاه ها به حساب ایران و من امیدوارم که ما به این توطئه های جمهوری اسلامی بی توجه نباشیم. یکی از مسائلی که بعد پیرامونش صحبت کردیم و آقای پاشایی هم بهش پرداختن مسئله نقش جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی در خشکاندن ریشه تروریسم اسلامی در منطقه است. دوست دارم نسبت به این مسئله بحث بکنم. فاکتور مهم و تعیین کننده هستش. اما راستش بعد از اینکه اون تیکه‌ای از کتاب هیلاری کلینتون رو مشاهده کردم و بعد پیامدهای اون رو دیدم، ظاهرا باید به تحولات در مصر، به خیزش در مصر و رویداد عظیمی که در سال گذشته در 30 ژوئن در مصر صورت گرفت و بیش از 30 میلیون به خیابان‌ها آمدند و منجر به سقوط حکومت اخوان المسلمین در مصر شد صحبت بکنیم. و گویا بشریت شانس داشت و اگر به اصطلاح بشریت باید به چیزی ایمان بیاره باید به خیزش و انقلاب توده‌ای و خیزش توده‌های مردم ایمان بیاره که ظاهراً این اتفاق بود که باعث شد بنا به ادعای کلینتون، هیلری کلینتون، ما شاهد این نباشیم که دولت آمریکا به اصطلاح دولت داعش رو در سوریه به رسمیت بشناسه و حتی بدتر از اون دست کشورهای اروپایی رو مچشون رو بپیچونه که این دولت رو به رسمیت بشناسن. فقط برای لحظه تصور بکنید داعش هم به مثابه یک حکومت رسمی مانند جمهوری اسلامی در سوریه قدرت رو میگرفت و بعد بخشی از عراق رو به زمینه خودش به اصطلاح به خودش ملحق میکرد و قدرت خودش رو میگسترون. در حال حاضر در جنوب لبنان در حال به اصطلاح جست و گریزهای نظامی هستند و میتونه طاعون داعش به اون منطقه به لبنان هم در این حال کشیده بشه. فقط این رو برای یک لحظه تصور بکنید اگر اینها مشروعیت سیاسی بین المللی به وجود براشون پیدا میشد، آمریکا به رسمیتشون میشناخت، اروپا و غیره به رسمیتشون میشناختن و تو سازمان ملل این حیوانات مانند طالبان، مانند جمهوری اسلامی مثلا میخواستن بشینن پشت میزای سازمان ملل و ادعای کثیفی رو داشته باشن که ما نمایندگان مردم در اون بخش از جوامع هستیم. تصور بکنه چه دنیای سیاه‌تری باشد و به نظر میرسه که آدم این سیاهی‌ها رو که میبینه باید شکرگزار باشه. چه شکرگزاره، چه چیزی؟ به نظرم باید شکرگزار تحولات و خیزش توده‌های مردم در مصر بود که باعث شد که آمریکا همچین غلطی در حقیقت نکنه در رابطه با مسئله. اما در رابطه با مسئله خشکاندن تروریسم اسلامی و داعش، برای مقابله با داعش چه باید کرد؟ اگه مردم در ایران از خودشون بپرسن که ما چی کار میتونیم بکنیم که داعش خشکانده بشه، ما چی کار میتونیم بکنیم که به اصطلاح داعش نابود بشه و این طاعون پیکره جامعه رو در بر نگیره، پاسخ روشنه. باید مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرد، چرا که داعش به عنوان بخشی از زیر مجموعه اسلام سیاسی پدرخوندش حکومت جمهوری اسلامی هست. کسانی که به عنوان روزخاری در ماه رمضان شلاق خوردن، داعش هم همین سیاست رو دنبال کردش. شاید شقاوت بیشتری رو در صحنه هایی شاهدش باشیم، سربریدن ها رو شاهدش باشیم، ولی تیر خلاص زدن ها، اعدام ها، سه سوال، سه پاسخ و اعدام های دست جمعی، حلق آویزان کردن ها، صله ها و خاوران ها و به اصطلاح گورهای دست جمعی رو ایجاد کردن، تماما اقدامات مشابهی است که داعش انجام داد. من فکر می کنم که یکی از مسائل مهمی که
کمک میکنه و مردم در ایران میتونن برای سرنگونی و خلاصی از شر داعش ها انجام بدن، مبارزه با جمهوری اسلامی و تشدید مبارزه علیه جمهوری اسلامی هست. ذره‌ای، لحظه‌ای نباید پذیرفت که جمهوری اسلامی مشروعیتی در مقابله با داعش داره. من ویدیو کلیپ هایی رو از یک سری آخوندهای مرتجع جمهوری اسلامی دیدم که گویا آنچنان تبلیغاتی بر علیه داعش میکردن که گویا یک عده آدم سکولار، یک عده آدم ضد دین، یک عده آدم آزادی خواه دارن صحبت میکنن، اما مسئله رو میچرخونن و به دفاع از جمهوری آدم کشان اسلامی به اصطلاح میچسبوننش، ملحقش میکنن و غیره. سرنگونی جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده و کلیدی در سقوط داعش و خشک‌کردن ریشه های به اصطلاح داعش داره. حل مسئله فلسطین، حل عادلانه مسئله فلسطین، دستیابی به صلح، داشتن کشور مستقل فلسطینی در اون منطقه و دستیابی به صلح و تعیین تکلیف با حماس و تروریسم اسلامی در فلسطین و همچنین تعیین تکلیف با جریان دست راستی ضد صلح، ضد انسان برفرض در اسرائیل، کمک کننده و پیشبرنده امر به اصطلاح خشکاندن ریشه های تروریسم اسلامی هست. و مهمتر شاید بعد اشاره کرد مسئله کمک های همه جانبه دول غربی و یا دولت های منطقه به تروریسم اسلامی است. بدون کمک اینا نمیتونستن بیان جلو. اگر تاریخ معاصر رو 30-40 سال نگاه بکنیم، تمام جریانات ارتجایی اسلامیستی تروریستی که قدرت گرفتن در ابتدا مهره های به اصطلاح بازی سیاست دول آمریکا و متحدینش در صحنه سیاست های منطقه بودن، از جمهوری اسلامی گرفته، از داعش گرفته، از به اصطلاح مجاهدین در افغانستان گرفته، از طالبان گرفته و جریان دولت پاکستان و سازمان امنیت پاکستان. همه این جریانات جریاناتی بودند که بدون اینکه پروبالشون آمریکا و یا یکی از این کشورهای منطقه بگیره نمیتونستن در چنین موقعیتی قرار داشته باشن. مردم آزادی، آزادی خواهی، برابر طلبی، اینها رو میتونه سریعا جارو بکنه. اگر یه مش جریان تروریست میتونن یه همچنین قدرتی پیدا کنن، نه به خاطر نفوذ اندیشه ها و باورهای به اصطلاح این اوباش، بلکه به خاطر توپ و تانک و قساوت و شقاوتی هستش که از خودشون به نمایش گذاشتن و بعضن کمک‌های بی‌شائبه رو دریافت کردن و تونستن به اینجا برسن. اینا محروم‌هایی هستن که باید روش دست گذاشت. در حقیقت جنبه مصر هم بودین، درست است که مصر مردم بعد از چند ماهی که ناظر شدن بر رفتار اخوان مسلمین بر علیهش قیام کرده و ریختن به خیام شوخه، ولی خوشبختانه ارتش مصر به حساب مونده بود به جا که بتونه به حسابی خاص مردم رو به حساب شکل بده و به حساب دفاع کنه و ازش و بیاد در کنار مردم بیسته و اون دسته و تیم حزب به حساب اسلامی رو بفرسته به حساب به زندان ها و خونه شون. متاسفانه در ایران خیلی سریع نظامیان ایران رو به حساب اعدام کردن و نگذاشتن که به حساب بمونن که اگر روزی مردم بهشون احتیاج داشتن و مردم بهشون نیاز داشتن بتونن از خواستهای مردم پشتیبانی کنن. همونجور در ترکیه ظرف به حساب بعد از آتاتورک همیشه ارتش ترکیه حافظ به حساب قانون اساسی و به حساب مردم کشور بود و بارها در برابر به حساب دولت‌هایی که به حساب خودکامی کردن واسطه داری. متاسفانه دولت جدید در ترکیه داره خورده خورده و خیلی آهسته آهسته نظامیان ترکیه از صحنه به دور می‌کنه، بلکه همیشه برای مسلمانان به حساب نظامی و سیاسی اولین دشمن در هر کشوری ارتش ملی اون کشور است. به حساب مبادا اون ارتش در برابر کنار مردم بیسته و در کنار مردم بی دفاع و غیر مسلح بیسته و از خواسته هاشون دفاع کنه. در مورد مثلا آمریکا و پشتیبانش از داعش واقعا حقیقتا باعث شرم است. یعنی دولت آقای اوباما به خصوص با یک سیاست خارجی بسیار ضعیف، با دید بسیار ضعیف‌تر در مورد منطقه خاورمیانه و منطقه به مسائل اسلام و اسلام سیاسی در منطقه، مدام در ظرف 7 سال گذشته در برابر و 6 سال گذشته در برابر مخالفین اسلامی کوتاه آمده است. تجربه لیبی بسیار به حساب تأسف انگیز بود. سوریه خوشبختانه به حساب نتونست آمریکا اونجا که خانم کلینتون در کتابش گفته انجام بده و به طبق گفته آقای جوادی واقعا
صحنه ای که انسان فکر کنه که واقعا اگر داعش برای کشور مسلط میشد چقدر میتونه تا تنها جنایتکاران و جنایت بار باشه، اصلا شرم آورد برای مردمی که در این قرن زندگی میکنن که ببینن که یه همچین حکومتی به کار میاد. ولی من سوال من در اینجا هست که نقش کشورهای دیگه چیه؟ اگر یک کشوری آمد خواست به خاطر منافع خودش یک نیروی رو مسلح کنه و به جان منطقه، آیا کشورهای دیگه، کشورهای بزرگ دیگه باید بیکار بنشینن و نگاه کنن ببینن اون چه میکنه، اون چجوری میخواد به حساب سرنوشت یک مردمی رو در یک منطقه عوض کنه، یا وظیفه‌شون این است سکوت مطلق است، یا اون کشورهای بزرگ دیگه نقشی در این مورد دارن، انگلستان، فرانسه، آلمان، چین، شوروی، نقش اینها چیست؟ آیا حاضر هستن که به نقش خودشون در صحنه جهانی به حساب بازی کنن، یا که فکر میکنن که مماشات و زده بند در پشت صحنه به نفعشون است؟ من امیدوار هستم که به حساب سیاست منطقه و سیاست جهان تا حدی با اصول اخلاقی همراه بشه، با اصول اخلاقی به حساب آغشته بشه، زده بندهای سیاسی و مالی کمتر بشود و بیشتر قرن 21 نگاه کند به مسائل انسانی در قرن حاضر. بنظرم یکی از مسائلی که در این حال برای نابود کردن ریشه های تروریسم اسلامی تعیین کننده هست، مسئله مقابله با استبداد، مقابله با دیکتاتوری و مقابله با فقر و محرومیت در جامعه هستش. ببینید، زمانی که مردم فقیر هستند، زمانی که مردم مستعصل هستند، زمانی که مردم در فقر زندگی میکنن، زمانی که تحت حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری به اشکال مختلف هر نوع استبدادی قرار میگیرن، این مردم آزادی خواهیشون، برابری طلبیشون، انسانیتشون نیست که مبنای تصمیم گیری های سیاسیشون عمدتاً قرار میگیره، بلکه فقر و استیصال و نابرابری و محرومیت هست که به اصطلاح غلبه میکنه بر روح و عقاید و افکار و میتونه خودش رو تبدیل بکنه، انسان رو تبدیل بکنه به ماده انفجاری. و زمانی که جریانات تروریستی اسلامی در کمین مردمی نشستن که در فقر و استیصال به سر میبرن، از اونها میتونن تومه هایی و یا ابزارهایی برای نابودی و برای کشتار به وجود بیارن. همونطوری که مثلا موشک هواپیمای مسافربری رو اسلامیست های القاعده ای تبدیل به یک موشک انفجاری کردن و بدنهای انسانها رو تبدیل به عامل انفجاری و ماده انفجاری میکنن و غیره، و اون عاملی که باعث میشه به لحاظ اجتماعی مردم این چنین به اصطلاح تسلیم بشن، فرود بیان، فقر، استیصال، محرومیت و نابرابری در جامعه هست. ما در این حال که باید ریشه های سیاسی تروریسم اسلامی، مبانی و مسائل و معضلات سیاسی که به تروریسم امکان و اسلام سیاسی امکان پروبال داده رو جلوشو بگیریم، باهاش مقابله کنیم، در این حال باید ریشه های اجتماعی اقتصادی این مسئله رو خونسا کنیم. اگر مردم مرفه باشن، مردم آزاد باشن، مردم برابر باشن، اسلامیست ها فقط میتونن تو زبالدان های تاریخ برای خودشون نیرو جمع کنن، نه اینکه از بین جوونی که با هزار امید و آرزو به اصطلاح دوران جوونی خودش رو طی میکنه و باید سازنده آینده جامعه باشه، تبدیل به ماده انفجاری، تبدیل به ماده به اصطلاح منفجره‌ای بشه و بدن خودش رو برای اینکه شاید برفرض خانوادهش بتونه زندگی بکنه، یه جایزه ای از یک حکومت تروریستی اسلامی و دستجات تروریستی اسلامی بگیره که بتونه شکم خانوادهش و مادر و فرزند و یا پدر معلولش رو سیر بکنه، انجام بده و خودش رو قربانی چنین کاری بکنه. همونطوری که تو جامعه در ایران مردمی از سر فقر و استیصال کلیه خودشون رو میفروشن و کلیه های خودشون رو به اصطلاح به فروش میرسونن، همونطور هم هست فقر و استیصال انسانها و جوانهایی رو به تبدیل شدن به ابزار جریانات اسلامیستی برای آدم کشی، برای ترور به اصطلاح اجازه میده، امکان میده، و زمانی که این جریانات قدرت مالی و اقتصادی داشته باشن امکان پیدا میکنن. اگر بخوام خلاصه کنم، برای مقابله با داعش، برای مقابله با تروریسم اسلامی باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، باید جریانات اسلامی رو محروم کرد از منابع تغذیه مالی، سیاسی، اجتماعی، باید برای آزادی، برابری، رفاه تلاش کرد و جامعه‌ای رو برپا نهاد که آزادی انسان‌ها، برابری، رفاه و خوشبختیشون
مبنای حرکت باشه. در اون صورت داعش ها جایی نخواهند داشت، در اون صورت عقب موندگی، ارتجاع، اسلام و غیره دایی نخواهد داشت و نمیتونن انسانها رو به شیعه، سنی، کرد، ترک، بلوچ تقسیم کنن. همگان انسان خواهند بود و همگان برای رفع نیازمندی های جامعه و بهبود و سلامت خوشبختی مبارزه و تلاش خواهند کرد. من فکرم که یکی از راه های سرنگونی جمهوری اسلامی این است که مردم ایران دقت رو بکنن که حکومت های قدرتمندتر جمهوری اسلامی سرنگون شدن. حکومت های بسیار با اقتدارتر جمهوری اسلامی وقتی که مردم قیام کردن سرنگون شدن. یکی از ظرف‌های اندازه‌گیری برای اینکه حکومت‌ها تا چه حد به حساب قدرت دارن نوعی سرکوبیشون و دیکتاتور بابان بودنشونه. حکومتی که از هر تجمعی وحشت داره، حکومتی که از اینکه زن و مرد در استعداد کنار هم بشینن وحشت داره، حکومتی که مدام در پی به حساب گوش کردن به تلفن های مردم است، مدام در حال چک کردن مردم است، مدام آدم های خودش رو به حساب چک میکنه، این حکومت نه تنها قدرت نداره بلکه از ترس و ضعف و زبونی خودش هست به حساب دست به چنین کارهایی میزنه. حکومتی که به حساب ماندن خودش و محکم بودن خودش و مستقر بودن خودش بر حکومت ایمان داشته باشه چه رفتارهایی نمیکنه. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی زمانی هر زمانی که ضعیفتر میشود فشارش بر مردم بیشتر میشه، سرکوبی مردم بیشتر میشه، به جرم به حساب روزه خاری مردم رو شلاق میزنه و اینکه دیگران رو بترسونه که ببینین آقا من میتونم این رفتارها رو بکنم. این از فرهنگ اسلامی میاد. دوستا در دیکتاتوری های دیگر هم مشابه این رفتار میشه، ولی در فرهنگ اسلامی اصولا همچنین خدمتون گفتم وقتی شما مسلط بشید جامعه رو با وحشت به حساب کنترل کنید، جامعه رو با کشدار کنترل کنید، جامعه رو با زدن کنترل کنید. از 1400 سال پیش همیشه این بوده. در هیچ کجای دنیا اسلام به زبان مهر و محبت، به زبان به حساب دوستی و برادری و شفقت پیش نرفته است. هر کجا که اسلام در 1400 سال گذشته پیش رفته است یا با جنگ بوده است، یا با خونریزی بوده است، یا با به حساب زور بوده است، یا با بستن به حساب خراج‌های سنگین جزیه و غیره بود. من امیدوار هستم ولی دارید در حال یادم نره آنچه که آقای جوادی فرمودن در مورد به حساب رفاه جامعه، در برابر در مورد آزادی جامعه، در مورد که بعد همگان با هم برابر مساوی باشن، فقط و فقط امکان پذیر است در حکومت‌های غیر ایدئولوژیک. در حکومت ایدئولوژیک شما محالت بتونید دست به چنین انتصاب آرزوهایی که آقای جوادی داشتن بزنید. بلکه اون موقع وقتی شما به حساب حکومت مسلح بود به ایدئولوژی شخصی خودش، همه باید تو چارچوب ایدئولوژی که من حکومت بهش باور دارد جا بگیرن و در اونجا سیر دو مرتبه خدای نکرده دیکتاتوری از نو شروع می شود، دیکتاتوری از نو آغاز می شود. بلکه مردم رو ترین کنیم، آموزش بدیم، فشار بذاریم، کنترل کنیم که در اون چارچوبی که من بهشون یاد میدم و من میگم باید چی رفتار کنی رفتار کنن. به امید روزی که ما مردم ایران به حکومتی برسن که از میان مردم برخواسته باشه، با آرزوهای مردم هماهنگ باشه، با خواسته های مردم هماهنگ باشه و در راه رفاه و آسایش و مردم رو گام برداره، نه در مسیر مستقر کردن خودش و دقیقاً باورمند کردن مردم به اندیشه های خودش. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب خط آتش رسیدیم. در برنامه‌های بعدی پیرامون صف‌بندی‌های جدیدی که در خاورمیانه صورت گرفته در این حال و چگونگی بیشتر مقابله با داعش و جمهوری اسلامی و تروریسم اسلامی صحبت خواهیم کرد. روز و شب همگی شما خوش. موفق و پیروز باشید.